سلام همه دوستان عزیز، امروز 4 اردیبهشت ماهه. از این بعد میخوایم تاریخ ها رو بگیم، چون ویدیوهایی که من میگیرم با تاخیر 2 هفته 3 هفته پخش میشه، برای همین من اول ویدیو تاریخ رو میگم که شما بدونید که این ویدیو کی و چه زمانی ضبط شده. الان 4 اردیبهشت ماهه و امشب تریاجیم و اگه حالا بیماری بیاد ما تریاج میکنیم و سعی میکنم این چند تا حالا مطالبی که مفیدم هست رو هم توی ویدیوها بگم که به درتون بخوره. پس با من همراه باشین و بریم که امشب ببینیم. امیدوارم که شب آرومی باشه. پنجشنبه هم هست، معمولا آخر هفته خلوت تره. خب دوستان، در مورد ویتامین دی یکم صحبت کنیم. این ویتامین دی باید حتما مقدارش بین 30 تا 55 ایناست. حالا توی واحدی که هست باید اندازه‌گیری شو رو من کاری ندارم، مقدارش بین 30 تا 50. خب یعنی شما زیر 30 باشه میزان ویتامین دی بدنتون ناکافیه. و بعضی ها هستن، مخصوصا میگم الان، مخصوصا خانوما چون بیشتر بدنشون پوشیده هست، در معرض کمبود ویتامین دی بیشتری قرار دارن تا آقایون. و از اونجایی که ما سیستم در واقع تغذیه‌مون خوب نیست و مردم هم زیاد نور آفتاب نمیبینن، برای همین کمبود ویتامین دی خیلی زیاده توی خیلی از آدما. به جرات میتونم بگم که بیشتر آدما کمبود ویتامین دی دارن و خودشون خبر ندارن. و ویتامین دی هم میگم شدت داره، از خیلی شدید هست تا یه خیلی خفیف. خیلی شدیدش دیگه میشه زیر 10. سرماخوردگیه؟ نه، این باید تشتش رو عمل میکرد شنبه، تخلیه میکرد، از مشرفت ایناش هم دادیم، ولی تبخار زد الان شدیدن تبولنش کرد. میره تبشو بگیرم، کجاش تقال زده؟ نه بیمش چیه؟ دارو دارو سوفا خیلی دارم. نه اون که اینه حساسه به دارو نداری؟ نه. یه دقیقه بیا اینجا بزن بشن در بیا دست فشار خون دیابت نه الان یاده خونزده گرفتیم خونزه بود. خودتو دم در بیاری یه فشار ازم بگیرم وقت کنم. شما باری پذیره شوهره بگیری رو سابقه سنگی چیزی داری؟ نداشتم سابقه سنگ، ولی تبالغ است. نه ندارم. از زورتالو شروع شده و دیگه مایات خانم بودم شد رفت بشه نشد. چون سابقه پیرامتری دارم دیگه ترسیدم. بعد حساسه به دارو؟ نه. فقط پنیسیلین بچه بودم حساسه دارم دیگه میشه نزم. چند سالتونه؟ 63. یه پذیرش بگیر رو برای اتاق اورولوژی بسر راه. بله. بذارید من فشارشم بنویسم.
قرص فشار میخوری؟ نه. ها؟ نه اصلا سوال فشار نداشتم. پونزه مگه نمیگه فشار پونزه؟ الان میگه پونزه رو. من یه هست دست گرفتم دیگه. نه پونزه هست. در بیاد دست بگیر. بریم اتاق عمومی پزشکمون ببینیم. بریم پزشکمون ببینیمش. اصلا اون چیه مشکلش؟ سنگ داره؟ نمیدونم. کجا درد میکنه؟ تعبوته؟ یه اسمش رو بگو. به دارو؟ حساسیت به دارو داری؟ نه. پهلوی چپش بود نه؟ خب باشیم در مورد ویتامین دی صحبت میکردیم. خانداشتو داری بری؟ یه الکولیک هست داره میاد. خب درمان کمبود ویتامین دی داشتیم صحبت میکردیم. ویتامین دی کمبودش رو حتما جدی می حتما چکاپ که میدین سطح ویتامین دی خونتون رو اندازه‌گیری کنین. یعنی حتما توی آزمایش هایی که میدین ویتامین دی خونتون رو اندازه‌شو بدونین چقدره. و میگم شاید من اگه بخوام اغراق نکنم 98% آدم ها 98% آدم ها تو ایران، حالا من خارج از ایران کار ندارم، تو ایران بهت بگم شاید 98% آدم ها واقعا کمبود ویتامین دی دارن. و ویتامین دی واقعا خیلی مهمه، خیلی های اهمیته. من خودم هم یه زمانی ویتامین دیم خیلی پایین بود، یعنی حتی زیر 10 بود. یادم اون روزا اصلا به خودم که تو آینه نگاه میکردم اصلا چهرم شبیه آدم های افسرده شده بود. یعنی اینقدر تأثیر میذاره کمبود ویتامین دی. این که قضیه که میگم برای خیلی سال پیشه. این که حالا اطلاعاتی که من دارم بهتون میگم اینه که ویتامین دی خیلی مهمه. طبقه سنگ داری؟ اسمتون؟ خب کمبود ویتامین دی بس خیلی مهمه. حتما ویتامین دی خودتون رو موقعی که میخواین چکاپ کنین اندازه‌گیری کنین. حد طبیعیش بین 30 تا در فکر کنم حدودش 55 باشه. وسط راه رو رو بشی. چه نگه من دمیدار باید بگیر تا بخواهی بریم اونجا بیاری. 30 تا 55 زیر 30 ناکافیه، ولی زیر 10 دیگه باشه دیگه شدتش دیگه خیلی زیاد میشه، این شدیدتر میشه. برای همین حتما کسایی که ویتامین دی شون زیره دفعه خواهی نزمان نداری؟ بسط راه رو بشه. بشه سنگ کلیه داره از بچه دیگه داره درد شده؟ آره مستانه دیگه. کنی میده شما یه چیز حساسیت داری چیز نداره؟ نه. پهلوی راست یا چپ؟ فرق پهلوه؟ مریضا میان نمیذارن ما پیوسته صحبت کنیم. ویتامین دی گفتیم بین 30 تا 55 زیر 30 باشه یعنی ناکافیه. زیر 30 باشه شما اگه قرص 50,000 ویتامین دی رو بخورین، حالا هر ماه یه دونه بخورین میاد بالا، ولی اگه زیر 10 باشه یعنی اوضاع خرابه. یکی از سابسکرایبرها یه آزمایشی برای من توی برای من ایمیل کرده بود که ویتامین دیش زیر 10 بود. و من بهش گفتم که حتما باید بره فکر کنم برای اونایی که زیر دهن اول یه آمپول ویتامین دی میزنن و بعد برای دفعات بعدش باید قرص 50,000 بخوره. اونا حتی اونایی هم که زیر ده هستن هم قرص 50,000 رو شروع کنن بخورن هفته یه دونه، ویتامین چیزشون مقدار طبیعیش میاد بالا به مرور. و بس این نکته خیلی مهمه که ویتامین دی بدنتون چند اندازه باشه. اگه ویتامین دی بدنتون خیلی پایین باشه افسردگی و سیستم ایمنیتون ضعیف میشه، دچار افسردگی میشین، حتی چهرهتون اگه وقتی میتونید توی آینه به خودتون نگاه کنین در واقع چهرهتون شبیه آدمای افسرده است. و در واقع اون بیحال این کسل این خسته این همیشه سیستم ایمنیتون ضعیف میشه. و در واقع میگم کمبود ویتامین دی خیلی آرزوهای خیلی زیادی داره. حالا من چند تاشو فقط گفتم تو ذهنم بود. در صورت خیلی مهمه که شما ویتامین دی تون توی رنج طبیعی باشه. و الان من خودم ماهی یه دونه 50,000 میخورم.
و از میگم از اونجایی که ما تغذیه درست حسابی نداریم و سبک زندگیمون هم خوب نیست و زیاد هم مثلا جلوی آفتاب نمیریم، برای همین برای همه آدم هم شاید بگم واقعا 99% مردم کم دو ویتامین دی رو دارن، مگه اینکه میگم اونایی که مثلا تغذیهشون دیگه خیلی عالی باشه یا بخوان جایی که مثلا آفتاب هست بهشون آفتاب میخوره و تغذیه هم دارن، اینا مکملن، یعنی هم آفتاب و هم تغذیه درست حسابی اینا باید در کنار هم باشن که شما ویتامین دیتون توی حد طبیعی باشه، یعنی شما حتی تغذیه هم درست باشه ولی جای زندگی کنی که زیاد آفتاب نباشه بازم دچار کمبود ویتامین دی میشین. برای همین حتما ویتامین دی خونتون رو چک کنین و مهمه که توی رنج طبیعی باشه. میگم توی خانوما مخصوصا خطرات خیلی بیشتری داره، مثلا میگن که یکی از حالا این ثابت نشده ولی میگن که مثلا کسایی که ویتامین دی شون پایینه توی خطر ابتلا به مثلا ام اس تو اونا زیاده، برای همین سعی کنین همیشه ویتامین دی بدنتون رو کنترل کنین.